خانم ها آقایان سلام، عصرتون بخیر. خیلی خوش اومدید به زوم نیوز امروز رادیو قبرس، بخش خبری جیهان آرام. از امروز دیگه با خیال راحت میتونیم بگیم کشور دوست و برادر ترکیه، چون به قول یکی از دوستان ترکیه دیگه رفت تو تیم ایران. دلار 15.5 مرد کرده، یورو 17.5 مرد کرده و پوند هم چند ساعتی هست که 20.5 رو پشت سرش گذاشته. لیرم هلوهوش 2000 تومانه. اما نکته جالب اینجاست که وسط این بلبشوی رام نشدنی، آمار فروش خونه تو ترکیه حسابی رفته بالا. طوفان هرمان گفته میزان بیکاری جوانها در قبرس شمالی به 30% رسیده. جوانهای کشور یا در جنوب دنبال کار میکردن یا در فکر مهاجرتن. دولت بهتره صدای مردم رو بشنوه. گودرت اوزرسای گفته میشه با استفاده از صندوق ثبات قیمت از افزایش قیمت سوخت جلوگیری کرد. قانون صندوق ثبات قیمت‌ها میتونه با مبالغی که در اون ذخیره میشه در مواقعی که احتمال افزایش قیمت‌ها و یا مشکل پرداخت حقوق‌ها وجود داره از اون جلوگیری کنه. تحقیقات دانشکده پزشکی دانشگاه هنگ کنگ نشون میده که سویه اومیکرون ویروس کرونا نسبت به سویه‌های قبلی با سرعت بیشتری سرایت میکنه، اما عفونت ریوی اون نسبتاً خفیف‌تره و عوارض کمتری هم داره. ناظم چاوشوغلو وزیر کشاورزی و منابع طبیعی با اشاره به اینکه لانگ بیچ در اسکل دارایی مردم هست گفته امکان ساخت هتل در منطقه‌ای که ملک مردم محسوب میشه وجود نداره. نماینده حزب جمهوری‌خواه ترک گفته مسئله قبرس نیم قرن به طول انجام میده. ابهامات سیاسی و بن‌بست در مذاکرات، همچنین روابط شکننده با قبرس جنوبی، اقتصاد قبرس شمالی رو تحت تأثیر قرار داده. تمامی شاخص‌های اقتصادی قبرس شمالی تحت تأثیر نرخ لیر هست و از کنترل ما خارجه. وقتی وابسته به ترکیه باشیم، بسیاری از برنامه‌های مورد انتظار در کشور عملی نخواهد شد. فایز سوجوغلو گفته از 16 اکتبر تا همین امروز لیر ترکیه 59% از ارزش خودش را از دست داده. برخی شهروندان در پرداخت وام‌های خودشون با مشکلات زیادی مواجه شدند. بر این اساس دوره درخواست و پرداخت اقساط تا 31 مارچ سال 2022 تمدید شده. میزان حداقل دستمزد جدید هم احتمالاً قبل از انتخابات مشخص میشه و سعی در تثبیت قیمت دلار روی دهلیر داریم. 2500 نفر آمار مبتلایان جدید کرونا در ایران و متاسفانه موارد فوت شده هم 63 نفر اعلام شده. و حرف آخر این که آقای محسن علیزاده نماینده مجلس گفته مردم از دولت و مجلس انقلابی انتظار ایجاد همون نگاه نابی رو دارن که در ابتدای انقلاب ایجاد شده بود. رویه های سختگیرانه استخدام نیروهای انقلابی باید رفع بشه. خیلی ممنون از شما عزیزان که همراهمون هستید. تا دیداری دوباره شما خوبان رو به خدای بزرگ میسپارم. دلتون شاد، لبتون خندون.